بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و مردم خوب کشورمون. در آستانه سالگرد ارتحال مرد بزرگ تاریخ ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستیم، جا داره از همینجا رحلت جانگداز امام راحل رو خدمت همه مردم خوب کشورمون تسلیت عرض بکنم. بینندگان عزیز سیمای جمهوری اسلامی ایران، امشب شما شاهد دومین مناظره بین کاندیداهای محترم دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستید. امشب در خدمت دو تن از کاندیداهای محترم هستیم، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد و جناب آقای مهندس میرحسین موسوی. من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم، خیر مقدم عرض میکنم و خسته نباشید میگم. اگر گفته شنودی و سلام علیکم با بینندگان دارید بفرمایید، بعد من در خدمتتون هستم. آقای محمد نژاد بفرمایید. یعنی نوبت دادید صحبت کنیم یا اینکه الان یک سلام علیکم با بینندگان سلام. بعد من توضیحات دیگه رو عرض خواهم کرد. سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ و سرفراز ایران. ایام رحلت امام راحل رو تسلیت عرض میکنم و برای همه مردم سربلندی و سلامت و عزت روزافزون مسئلت دارم. خیلی متشکر آقای موسوی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما هموطنان عزیز و خوشحالم که باز از طریق این رسانه در میان شما هستم. وفات حضرت امام رو که ما همه هویتمون و عزتمون از وجود مبارک ایشان هست و همه شما تسلیت میگم. انشالله پیروز باشید. خیلی متشکر. من قبل از اینکه طرح مسئله بکنم یک توضیح خدمت دوستان عرض بکنم که در ابتدا هر یک از بزرگواران در حدود 10 دقیقه صحبت بفرمان و بعد ما بقیه صحبت ها رو بفراخونیم. من وقت رو دارم، قاعدتا اگر برادرانم کمک کنن در تنظیم وقت به من تشکر میکنم. حدود 41-42 دقیقه وقت برای هر یک از دوستان هست. بر اساس قرعه کشی که انجام شد آقای احمدی نژاد شروع کننده بحث هستن و آقای موسوی پایان دهنده بحث ها. آقای احمدی نژاد، قاعدتا هر کسی دارای دغدغه هایی است، اگر دغدغه های ذهنی فردی و اجتماعی. شما در صحنه هستید و میخواهید در صحنه باشید به عنوان کاندیدا که در این رقابت به عنوان ریاست جمهوری احتمالی خواهید بود. مهمترین دغدغه‌های شما که باعث شده شما در صحنه باشید چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدیه. من ابتدا خدای بزرگ رو شاکرم که فرصت داد یک دوره در خدمت ملت عزیز ایران باشم و از مردم خوبمون به خاطر همه حمایت ها و بزرگواری ها و همراهی هاشون تشکر میکنم. آرزو میکنم که ملت ایران همواره سربلند باشد. یاد امام عزیز، شهدای بزرگوار، ایثارگران، جانبازان و آزادگان رو گرامی میداریم که راه سربلندی رو در برابر ما قرار دادند و امروز هرچه داریم از اونهاست. انتخابات عرصه بسیار مهم سرنوشت است. انتخابات در کشور ما فقط انتخاب یک فرد نیست، بلکه انرژی گرفتن ملت برای پرش‌های بلند به سمت قله‌های عزت و پیشرفت است. فضای انتخابات باید فضای پرشور و نشاط باشه. فضای انتخابات باید سرشار از منطق و دوستی ها و همافزایی ها و برادری ها باشه. من میخوام در ابتدای عرائزم گله بکنم از برخوردهای بسیار منصفانه و ظالمانه، بلکه دروغ پردازی های بزرگ و تخریب بی سابقه ای که علیه یک دولت انجام شده است. در طول تاریخ بعد از انقلاب ما نداشتیم، چه در طول دوران یک دولت چه در ایام انتخابات، اینقدر حجمه سنگین
علیه دولت. به نظرم علتش اینه که دوستانی که تصمیم گرفتن وارد عرصه بشن احساس کردن که در هیچ یک از عرصه‌های مثبت و سازنده قدرت رقابت با این دولت رو ندارن، به خصوص در عرصه خدمات گسترده دولت که بی‌نظیر بوده. در هر بخشی ما وارد میشیم در مقایسه با دولت‌های قبل، گرچه اونها هم خدمات ارزشمندی رو داشتن، کار دولت به اندازه چند دولت بوده است. به خصوص در عرصه بین الملل متاسفانه پیروزی‌های بزرگ ملت رو هم انکار کردن، خدمات دولت رو به طور مطلق منکر شدن. ای کاش به جای این همه تخریب و این تبلیغات سنگین و بی سابقه یک برنامه ای ارائه می شد. متاسفانه در تبلیغات انتخاباتی به ملت بزرگ ایران توهین شد که من بسیار متأثر شدم. ما چرا باید مردم رو از خودمون ناامید کنیم؟ چرا باید اینقدر خودمون رو شیفته قدرت نشون بدیم؟ من شخصاً علاقمند به ورود به این بحث ها نبودم. 4 سال تحمل کردم و از همه توهین ها و افتراهاتی که به خود من شد و نسبت داده شد گذشت کردم. الان هم می گذرم، بارها اعلام کردم که من همه را بخشیدم، اما از توهین به مردم، توهین به انتخاب مردم، از توهین به فهم و شعور مردم و منافع مردم نمیتونم بگذرم، اجازه ندارم. مردم این اجازه رو نمیدن که وقتی که حیثیت اونها مورد هجوم قرار میگیره یک خادم اونها گذشت بکنه. در دیدارهایی که من با مردم دارم در شهرهای گوناگون، اقشار گوناگون، به طور گسترده از من میخوان که از حق اونها دفاع کنم، از موضع اونها دفاع کنم. من باید ریشه این بداخلاقی ها، این جفاها، این فریب ها رو بگم به مردم. قبلا هم وعده کرده بودم که بگم. باور من اینه که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه 3 دولت پی در پی در برابر بنده قرار گرفتن. هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی است، هم آقای خاتمی، که این 3 در گذشته با هم بودن. در دور گذشته هم آقای موسوی از آقای خاتمی حمایت کرد و هم از آقای هاشمی حمایت کرد، هم آقای خاتمی از آقای هاشمی حمایت کرد. در واقع اینها همه با هم بودند. از روز اولی که این دولت تشکیل شد هجوم ها بود برای ضربه زدن. البته مردم اینها رو می دانند، اما باید جوان ها هم بدانند که بنده در برابر یک کاندیدا نیستم، در برابر یک مجموعه هستم که با محوریت آقای هاشمی و همکاری آقای موسوی و آقای خاتمی علیه بنده حرکت کردند. علت این فشار سنگین به بنده در طول 4 سال و فشارهای سنگینتر در ایام انتخابات به نظر من به یک مسئله برمیگرده، این که در این 3 دوره یک ساختار اداری و حلقه های مدیریتی شکل گرفت که از مسیر انقلاب و ارزش های انقلاب فاصله گرفت. نه اینکه در این 3 دوره خدماتی نشد، چرا شد، اما آرام آرام یک جریانی شکل گرفت که خود را مالک ملت، مالک انقلاب، حاکم بر مردم و دست خودش رو در بیت المال و مسائل کشور باز میدید. اونها در انتخابات قبل سفارایی کردند اما ملت بر اونها غلبه کرد. در طول این 4 سال تلاش کردند که دولت را ناموفق کنند، ناموفق جلوه بدن و بشکنند، اما خدای متعال عنایت کرد، با حمایت مردم تا اینجا آمدیم. در انتخابات قبل از داخل و خارج به رقیب من پشتیبانی شد و کمک شد. در همون اوائل این دولت آقای هاشمی
پیغامی برای یکی از این پادشاهان حاج فارس فرستاد که شما نگران نباشید، ظرف 6 ماه این دولت ساقط می شود، که بعداً افرادی رفتن توضیح دادن و مسئله تا حدودی حل شد. معنای این حرف به روشنی طراحی های گسترده علیه این دولت رو می رسونه، در حالی که این دولت در خدمت مردم در مدت کوتاه 4 سال افتخارات بزرگ در عرصه‌های داخلی و جهانی به وجود آورده که البته کار ملت هست. می‌بینیم امروز ملت با نشاط است، ظرفیت‌های ملت در حال شکوفایی است در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های فناوری، در عرصه‌های سیاسی، به خصوص در سیاست خارجی. امروز ملت ایران عزیز است و عزیزترین ملت هاست، اما همه اینها نادیده گرفته می شود و سنگین‌ترین دروغ‌ها و تهمت‌ها در طول 4 سال به خصوص در 3 ماه اخیر. من البته آقای موسوی رو دوست دارم، همیشه هم به ایشون احترام گذاشتم، اما این اتفاقی که تو این 3 ماه افتاد برای من قابل توجیه نیست. جناب آقای موسوی، برای اینکه متوجه بشیم در کشور مشکل هست و احتیاط هست، ما نیاز نداریم که بریم یه بازیگر رو بیاریم در اتوبوس تا بفهمیم احتیاط هست. شما چند تا سفر کردید، متوجه شدید که در کشور مشکلات هست. آیا این مشکلات توی 4 سال ایجاد شده است؟ پس 24 سال چی؟ یعنی یه گلستانی را دوستان جناب عالی، متحدان جناب عالی به بنده تحویل دادند و بنده اینو تبدیل کردن به یک خرابه، هیچ اتفاق مثبتی هم نیفتاده است. تازه معلوم شده که بنگاه‌ها مشکل دارن، تازه معلوم شده که بیکاری هست. شما 4 تا شهرستان 4 تا استان رفتید، بنده همه ایران رو دیدم. اگه بنا باشه از مشکلاتی که مردم دارن صحبت کنم، تمام وقت این مناظره رو هم اختصاص بدیم باز وقت کم میاریم. تازه معلوم شده است در گذشته ما بیکاری نداشتیم، اعتیاد نداشتیم، کارگاه ها مشکل نداشتن، مشکلات اقتصادی نبود، مشکلات کشاورزی نبود، مشکل صنعت نبود، همه اینها در این دوره. ای کاش، ای کاش من شما برنامه ارائه میدادی. یک جمله تمام. من گفتم، به شوخی گفتم در یک جایی، گفتم خوب شد که من هم داوطلبم، و الا این سه عزیزی که امروز کاندیدا هستن چی میخواستن به مردم بگن؟ و این جمله رو هم بگم، در همین عرصه رقابت هم رقابتی بین 4 نفر نیست، 3 نفر علیه 1 نفر. همه ی حرفا، حتی مناظره دیشب مناظره نبود، علیه 1 نفر بود. به نظرم این فاقد منطقه. ما باید بیان بر مبنای عدالت و منطق کار بکنیم. متشکرم. آقای موسوی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من از همه بیننده ها و تماشاکننده ها تشکر میکنم و صحبت های خوبی هم مطرح شد که بنده به صورت روشی من میخوام باش برخورد بکنم و جواب بدم. اولا بنده دوست داشتم که آقای احمد نژاد موفق باشن در کارشون و بنده وارد این عرصه نشم، و اگر چین اعتقادی پیدا میکردم قطعا هر خودم لازم میدیدم که در اون کاری که هستم باشم و وارد این عرصه نشم. 2-3 تا نکته میگم و اصل قضیه میپردازم. آقای هاشمی، آقای خاتمی اشخاص بزرگی هستن که خودشون آقای دکتر باید مناظره کنند و جواباشون رو بدن، و بنده یه مشکلاتی با دولت دارم و به خاطر خطری وارد این صحنه شدم که در مورد اونا صحبت خواهم کرد و وارد دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی نخواهم شد. حدود 4 سال از این مدتی که ایشون می‌فرمان مربوط به دوره بنده هست و دوره حضرت امام، که راجعمون اگه لازم باشه من توضیح خواهم داشت. کلا من همیشه ایران رو دوست داشتم و این عشق فکر میکنم با همه ماها چیز هست، قرین هست. هیچ ایرانی رو من فکر نمی‌کنم که
ایرانیت خودش افتخار نکنه و نگران آینده ایران نباشه و نگران به اصطلاح مشکلاتش نباشه. همین دلش میخواد که ایران از بزرگ ببینن، سرفراز ببینن. ما دوست داشتیم که ایران یه نقشی داشته باشه به عنوان قدرت اول منطقه در همه شؤون علمی، اقتصادی، آبرویی داشته باشه، الگویی باشه برای همه جهانیان. اصلا انقلاب کردیم برای همین قضیه. انقلاب کردیم برای اینکه ایران بزرگ بشه، ایران اسلامی بزرگ باشه، تاثیرگذار باشه و بتونه به اصطلاح در جهان اثرگذار بشه و پیام خودش رو به همه جهان برسونه. تا در برخورد با حل مسائل کشور و اینکه ما ایران رو به جایگاه واقعی خودش برسونیم، من احساس میکنم که دو نوع میشه روبرو شد، دو نوع مدیریت میشه داشت. یه مدیریتی هست که بر اساس ماجراجویی و بی‌ثباتی است، رفتارهای نمایشی و قهرمان نمایی و شعاری است، خیال بافی و خرافه گرایی است، خلافگویی و پنهانکاری است، خودمحوری و قانونگریزی است، سطحی نگری و روزمرگی است و افراط و تفرید. چون من بقیه بحثامو تو این چارچوب پیش خواهم. یه موردی هم هست که ما بیایم برسه این متانت، رفتارهای منطقی و کارشناسی شده، واقع‌بینی و خرافه ستیزی، شفافیت و صداقت، قانونگرایی و اتکا به خرد جمعی، دوراندیشی و آینده نگری و اعتدال و میان روی کار کنیم. ما اگه میخوایم ایران نیرومند داشته باشیم، من فکر میکنم که اون رفتار دوم مناسب تر است. یعنی ما بر اساس اون عمل باید بکنیم. خب در اینجا بحث از پستالی که برنامه شد که حالا پانده برنامه نوشتم و ادامه دادم و فکر میکنم که سه تا بنده به اصطلاح برنامه دارم، مناظره دارم که مورد علاقه مردم هست و اینا رو مکمل هم دیگه میدونم. برعکس آقای احمد نژاد فکر میکنم که اینها برای من میتونه فرصتی باشه که به تدریج هم برنامه هام بگم، هم نقطه نظر هام. اون چیزی که تو این جلسه مهم هست بگم، انگیزه اصلی بنده هست که برای چه اومدم بسن. حقیقتش اینه که بنده در مورد آینده کشور احساس خطر کردم با این مدیریت که حاکم هست و چون بحث از سیاست خارجی شروع شد، من مستقیم به سیاست خارجی میپردازم، بعد به مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگ اجتماعی میپردازم. یکی از مشکلاتی که ما داریم، من موردی هم صحبت کنم، کیس به کیس، مورد به مورد، با قول معروف که قابل لمس برای همه مردم ما باشه، به کلی صحبت نخواهم کرد، نمونه نشون خواهد. یکی از مشکلات ما عدم تناسب شعارهاییست که داده میشه با عمل. شعارها بیشتر جمعه اسطوره پردازی و به نظر من یه مقدار زیادی خیال پردازی در مورد آینده جهان است. آینده مثل فلان کشور داره در حال فرو ریختن هست، فلان تمدن داره از بین میره و یا اینکه ما مدیریت جهان رو میکنیم و امثال اینها. پشتوانه عملیش به نظر من هیچی نیست. مثال میرم، 4-5 مثال هست. مسئله آزادسازی ملوان های انگلیسی. ملوان انگلیسی به حوزه ما تجاوز کردن، نیروهای ما سر رسیدن، اون رو دستگیر کردن، کار افتخارآمیزی کردن و باید مورد تایید قرار می گرفتن. بعد بلافاصله بر اساس همین چارچوبی که اشاره کردم، ما اول گفتیم که اینا باید اعدام بشن، چرا اومدن سرزمین ما و یه بحران بزرگ جهانی ایجاد کردیم. بعد هم تصمیم گرفتیم که به تنشون کت و شلوار بپوشونیم. بعد رئیس جمهور ما که مسئولیتش و موقعیتش و منزلتش متعلق به خودش که نیست، متعلق به مردمه، متعلق به شماست، اومد از اونها خداحافظی کرد و به اصطلاح با یک مراسم که حتی برای ما، برای سران کشور دیگه هم انجام نبین، اونها رو راه انداختن و رفتن. بعضی نهیبی که ما از انگلستان داشتیم، آیا این عزت ملت ما رو حفظ کرد؟ من فکر میکنم نه. اینجور چیزا هم خسارت میاره از در امنیت ذهنی مردم ما، هم از در عزت اونها رو مرکوک میکنه و همین که سیاست خارجی ما رو دچار یک فراز نشیب میکنه که نمیتونیم با هزینه هایی که میپردازیم مشکلاتمون رو حل کنیم. بعد یه مسافرتی رئیس کشور ما داشتن به آمریکا، به چیز، به
عراق. بدون اینکه معلوم بشه از کجا چگونه ایشون مطرح کردن که من رو میخوام برو باین، من رو میخوام بگیر، این هزینه ایجاد بکنه. اگر میرو باین چطور آمریکایی هایی که بعد آمریکایی باید میرو بودن دیگه. همون آمریکایی ها بنزین هواپی دولتی ما رو در اونجا به اصطلاح چیز کردن، تأمین کردن. و بعد ما در عراق رفتیم به منطقه خضرا، منطقه که تحت تسلط آمریکایی هاست، اونجا ملاقاتمون رو کردیم، بعدم با سربازان آمریکایی هم عکس گرفتیم برگشتیم. همین مسئله در ایتالیا هم چیز شد، بازم گفتیم که ما رو میخوایم برو باید. من میگم که آیا ما باید تصورات خودمون رو اینقدر گسترش بدیم که در حوزه سیاست خارجی ما که مربوط به صحنه منافع ملی ماست اینو گسترش بدیم، یا آیا میتونه مشکلاتمون رو حل بکنیم، مشکل ایجاد میکنه برای ما، هزینه های گزافی رو به اصطلاح چیز میکنه. بعد مسئله عربستان پیش میاد، اونطوری که بارها گفتن و بنده با واسطه هم شنیدم و اونقدر هم گفته شد که از اینجا من قدیمم خب بالاخره مسئولیت داشتم، خیلی مهمه که چگونه از آدم دعوت بکنن، چگونه به یه مسافرتی بره. بعد ما از این طرف هی پیغام دادیم که ما رو بخواییم، ما رو دعوت کنیم، ما بیایم، ما فلان بکنیم. و همه دوستایی که در وزارت خارجه و در جایی هستن و از ملک عبدالله بنده نقل قول واسطه دارم در مورد همین خواست ما برای اینکه از ما دعوت بشه به اونجا بریم. پس وقتی ما میریم اونجا، حالا نتایجش گرفته شده، باید که نتیجه بدید برای مسافرتی که ما چند دفعه رفتیم اونجا برگشتیم، نتیجه باید بگیریم. وضعیت زوار ماست که یا رابطه ما با عربستان است که پای بهتر شد یا بدتر شد. بعدن اومدیم از قول رئیس اون کشور بر علیه وزیر خارجه صحبتی کردیم که با بخش قابل توجهی از اون خاندان و اون وضعیتی در عربستان هست برای کشور خودمون مشکل ایجاد کردیم. ما میگیم چرا این هزینه ها رو ما ایجاد مو، به حساب کی این کار رو ما میکنیم و آیا این اثرش کمه زیاده؟ به نظر من این اصطلاح چیز هست. بعد ما بارها از شنیدیم که معتقد هستیم که آمریکا شکست میخوره، داره از بین میره. خب اینجوری هست، چرا چهار مرتبه مسافرت کردیم اونجا؟ چرا دو تا نامه نوشتیم اونجا؟ چرا دائم مثلا در دنبال این هستیم که به شکل اونم خاصی مثلا با اون رئیس جمهور سوئیس رفته صحبت کرده در مجلسش و فکرم نمی کنم که یک کسی این چیز ریسک بکنه و دروغ بگه که گفته شده که از ما خواسته شده که به اوباما گفته بشه که قبل از انتخابات با ما صحبت بشه و مسئله رابطه آمریکا و ایران به نوعی مشکلاتش حل بشه یا گفتگو شروع بشه. خب آیا این به نفع کشور ماست؟ آیا به نفع ماست؟ من تونتون میگم برای اینکه یه سرفصلای بدم. صحبت از سیاست خارجی شروع شد، اتفاقا ما در زمینه سیاست خارجی هم عزت و ملت خودمون رو مخدوش کردیم و بهش لطمه زدیم، آوری کشور خودمون رو بردیم و بهمون لطمه زده، توسعه داخلی کشور خودمون مشکل قرار به سم مورد مشکل کردیم، تنش وسیع با کشور دیگه ایجاد کردیم. آقای موسوی اگر هر یه دقیقه دیگه میگم با از حساب من کم میکنید، یه ظاهرا دیشب هم همین کارو میکرد. بله بله، منتها دور اول قرار شد فقط 10 دقیقه باشه، اگه کوتاه‌تر ممنون میشه. ابن ایران کوتاه. مسئله هولوکاست رو ما اومدیم مطرح کردیم و دوباره در بعضی اینکه خسارت‌هایی دیدیم از مجموع عمومی یه دونه چیزی مسببه گذروندن که دیگه این مسئله جرم شد که راجع کساسم راجع کل هولوکاست صحبت کنه، شورم یه چیزی گرفتیم. آخر هم توی مسئله سوئیس که اون ماجرا پیش اومد و واقعا تصویرش من اگه نمیدیدم باورم نمیشد که تا این اندازه اهانت به رئیس جمهور و رئیس جمهور مظهر ملت ماست، مظهر کشور ماست، ایشون نباید راضی باشه. من تو بندهای بعدی صحبت خاطر از حضرت امام میکنم که چقدر این حیثیت جمهور اسلامی در این زمینه چیز داشته، به اصطلاح حساس بوده. بعدن اومدیم این رو به عنوان یه حماسه مطرح کردیم. چه حماسه؟ جز اینکه یه دونه مسببه دیگه برای هولوکاست اونجا دادن، جز این که به اصطلاح یکم اروپا رابطهش با اسرائیل بد شد و به خاطر جنایات غزه به دلیل این صحبت ها اومد پشت سر اسرائیل قرار گرفت. ما کجا توانستیم تأمین منافع خودم رو در سطح کش جهان داشته باشیم؟ و حالا شما میگین 10 دقیقه تموم شده، بنده متشکرم. یه بحث ما در این زمینه که طولانی است بازم ادامه میدم. خیلی متشکرم آقای احمدی نژاد. خیلی متشکرم آقای موسوی.
فکر میکنم اگر تمام قضاوت های شما بر اساس این استنادات باشه، بعد یه تجدید نظر جدی بکنید. من دوستانه به شما میگم، شما رو بهتون علاقه من هستم، اینجور قضاوت بر اساس اطلاعات غلط، این خب خیلی بده. ملوانان انگلیسی دستگیر شدن، خب ماجرا اوج گرفت. آقای بلر کتباً نامه داد، عذرخواهی کرد و گفت ما سیاست هامون رو در رابطه با ایران عوض خواهیم کرد. این سند الان در وزارت خارجه موجوده. بعد هم ما تفکیک کردیم. به نظر من یکی از زیباترین کارهای جمهوری اسلامی برخورده با ملوان ها بود. اونها 27-28 سال بود، از جمله در دوره خود آقای موسوی، ما رو ضد انسان، ضد حقوق بشر، خشن، گروگانگیر معرفی میکردن. اونجا ما اومدیم مردم انگلیس رو از دولت انگلیس جدا کردیم. این کار به نظر من بهترین کار بود. در موضوع عربستان، برخلاف حرف آقای موسوی که من نمیدونم از کجا این اطلاعات رو میاره، در نشست اوپک که ما رفته بودیم، آقای ملک عبدالله ابتدا به ساکن قبلا به من گفته بود، سال قبل گفته بود که بیاید مکه رو من دعوت میکنم بیاید در نشست سران اسلامی. من گفتم نه، من الان اینجا اومدم فرصت ندارم، اول دولت هست. در اوپک ایشون به من گفتش اگر دعوت بکنم میای مکه؟ گفتم بله، اگر شما دعوت بکنید من میام. و دعوتم فقط برای حج بود، سفر سیاسی آنچنانی که انتظار داشته باشیم. ضمن اینکه خوب بود آقای موسوی تصاویر رو ببینن که وقتی ما وارد مطاف شدیم چه موجی در کل مسلمان ها درست شد، چه سخنرانی ها و تظاهرات و فریاد ها و اظهار محبت هایی به ملت ایران کردند. در موضوع هولوکاست خیلی جالبه، آقای موسوی در دوری در همین عربستان، رابطه ما الان چجوری است، رابطه آقای موسوی چجور بود. من نمیخوام بگم در دوره جناب آقای موسوی از گذرنامه و فرودگاه ایشون چی بردن اونجا و دستگیر شد و چه بساطی علیه کشور را افتاد، اما همین مقدار میگم که رابطه ما با اونها قطع شد. یعنی جوری عمل کردن در دوله آقای موسوی که رابطه از اساس قطع شد با عربستان. من تعجب میکنم حالا ایشون الان نگران رابطه با عربستان هستن. بله ما هم نگران هستیم. کی دائما مقاله مینوشت، برخوردهای تند میکرد؟ جمعی از دوستانی که الان در مشارکتند و الان در ستاد جناب آقای هاشمی، آقای موسوی فعالیت میکنند، اینها سنگین ترین اصلا اعتقاد نداشتند. در موضوع فلسطین اشغالی خوبه که آقای موسوی ذهنشون رو ببرن مواضع خودشون رو مرور کنن. جناب آقای موسوی صریحا اعلام کردند که ما نیروی نظامی میفرستیم در کنار مقاومت فلسطین علیه اشغالگران بجنگند. ایشون اعلام کردند که باید رژیم صهیونیستی محو بشود. اما آقای موسوی، ما بخوام وارد این جزئیات بشیم، تاکتیک ها رو بحث بکنیم، از مسیر منحرف میشیم. دیپلماسی عمومی امروز پیشرفته ترین و علمی ترین کار دیپلماسی است. وقتی دشمن مواضع اصلی دنیا رو گرفته، ما اگر بخوام بریم تو میدون اون بازی کنیم که حتما شکست خورده ایم. همین کاری که در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاد و شما حمایت کردید، در دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد، حمایت کردید. ما اومدیم خارج از فرمولی که قدرت‌های بزرگ طراحی کردن وارد شدیم و این آموزه ای امام است. امام هیچگاه قبول نکرد فرمول های اونها رو. اگر میپذیرفتیم انقلاب نباید میکردیم. در موضوع هسته‌ای حتما شما اطلاع دارید، روشی که در دولت قبل به نام تنش‌زدایی در پیش گرفته شد به جایی رسید که تمام تأسیسات هسته‌ای ما به طور کامل تعطیل شد و دو تا قرارداد بر ملت ما تحمیل شد، یکی پروتکل الحاقی بدون مصوبه مجلس برخلاف قانون اساسی و دو ترتیبات اجرایی. در پروتکل الحاقی مأمورین آژانس آزادند هر لحظه‌ای از هر نقطه ایران بازدید کنند.
هدف چیست؟ هدف اینه که قدرت دفاعی ما رو کشف کنن، بدن دست دشمن. و در ترتیبات اجرایی یه بندی آوردن که هر اندیشه‌ای، هر طرحی در ذهن دانشمندان ما در موضوع هسته‌ای شکل میگیره، قبل از هر اقدام باید مأمورین آژانس رو مطلع کنن. سنگین‌تر از این تحمیل بر ملت نمیتونه باشه، در حالی که طبق MPT ما میتونیم هر فعالیتی بکنیم 180 روز قبل از غنی‌سازی باید اطلاع بدیم. تأسیسات تعطیل شد، سنگین‌ترین تعلیق، همه تأسیسات پلم شد، دو تا قرارداد پذیرفته شد. در همون فاصله جناب آقای موسوی جهت اطلاع حضرت عالی میگم 7 قطعنامه شورای حکام علیه ما صادر شد، در حالی که عقب نشینی موجود. قطعنامه شورای حکام به لحاظ حقوقی بسیار مهمتر از قطعنامه شورای امنیت است. شورای امنیت قطعنامه سیاسی است، اعتبار حقوقی نداره. اما شورای حکام قطعنامه‌اش حقوقی است، ما رو ملزم میکنه که کارهایی رو انجام بدیم. تمام ادعاهای آژانس در 6 سرفصل در دوره این دولت حل و فصل شد و ما نامش رو از آژانس داریم که گفتند آقا مسائل اساسی ما حل شده است. در وسط این بحث ها آمریکایی‌ها یه ادعایی کردن، اونا دارن اینو دنبال میکنن که ما هیچ وقت اون رو به رسمیت نشناختیم. در سعدآباد، در بروکسل، در پاریس چه گذشت جناب آقای موسوی؟ امروز ما هسته‌ای شدیم. برای 3 تا سانتریفوژ صورت مذاکرات رو شما بخونید، چقدر از این ور خواهش میشود. امروز بیش از 7000 سانتریفوژ داره میچرخه. آقای بوش بعد از این همه همکاری در افغانستان و در موضوع هسته‌ای اعلام کرد ایران محور شرارت است. تعجب میکنیم اونجا آبروی ایران نرفت، ایران رو تهدید کرد به حمله نظامی. اما امروز چی؟ همون آقای بوش در اواخر عمر حکومتیش اعلام کرد ما دنبال براندازی ایران نیستیم. و آقای اوباما هم به صراحت اعلام کرد 27 سال در دوره جناب علی، جناب آقای هاشمی و جناب آقای خاتمی آمریکا به دنبال براندازی بود. امروز رسما اعلام میکنه ما دنبال براندازی نیستیم. کدوم سیاست خارجی موفق بوده و کدوم ذلت آفریده؟ کدوم سیاست خارجی استقلال ما رو حفظ کرده و کدوم بیشتر امتیاز داده و دستاوردی نداشته است؟ 15 سال اروپایی‌ها میگفتن ما میخوایم گفتگوی انتقادی کنیم با ایران، هر روز میامدن میذاشتن وسط میز که آقا ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند. بنده 2 تا سوال کردم راجع به هولوکاست، 2 تا سوال. تمام نظام حقوق بشری قبل زیر سوال رفته، اونها دارن فریاد میزنن. من تعجب میکنم، اسرائیلی ها فریاد میزنن، غربی ها فریاد میزنن، بعضی دوستان هم میگن آبروی ایران رفت. چطور آبروی ایران رفت؟ ما نباید بنشینیم دشمن بیاد در خانه ما بعد شروع کنیم باهاش مواجه بشیم. امروز تهدید برای همیشه از ایران برطرف شده است. البته همه اینها به همت ملت بزرگ، ایستادگی ملت بزرگ، فداکاری ملت بزرگ، رهبری عزیز و عنایات حضرت ولیعصر علیه السلام بوده است. من تعجب میکنم آقای موسوی یه سفر خارج از کشور برن ببینن دولت‌ها و ملت‌ها چجوری از ایشون استقبال میکنن. در دوره خود ایشون چند تا مسافرت خارج از کشور رفت. اون موقع ایران سرفکنده بود، نمیخوام بگم سرفکنده، اون موقع ما عزیز بودیم، اما از دید قدرت‌های بزرگ نه. اگر نگاه جناب عالی آقای موسوی این است که ما باید سعی کنیم 4 تا قدرت بزرگ رو راضی کنیم، این برخلاف نظر امام، برخلاف منطق ایران و استقلال ماست. اما اگر نه، ما باید با توده‌های وسیع ملت‌ها و دولت‌ها ارتباط داشته باشیم. توی 4 سال بیش از 60 رئیس دولت به ایران سفر کرده، در هیچ دوره سابقه نداشته. ما عزیز نیستیم؟ همه آمدن از ایران حمایت کردن. 118 عضو جنبش عدم تعهد از هسته‌ای ما حمایت کرد. من دوست دارم بعد از وقتم کم بکنیم. من حالا اینجا میخوام بگم جناب آقای موسوی، بنده به شما علاقه‌مندم، ولی شما میگید نگران هستید.
من سوال میکنم از شما، در زمان آقای هاشمی تورم شد 49.5%، 49 میلیارد دلار استقراض خارجی کردیم، بحران‌های اجتماعی بسیاری از شهرهای بزرگ ما رو در بر گرفت، عده زیادی کشته شدند، شما احساس نگرانی نکردید؟ وقتی که تحریم شد 20 میلیون دلار آقای کلینتون گذاشت هر شرکتی بالای 20 میلیون دلار با ایران قرارداد نفتی ببنده تحریم میشه، تورم شد 49.5%، شما نگران نشدید؟ وقتی در 18 تیر جریان برانداز شروع کرد، میخواست تهران رو بگیره، حرکت کنه به سمت مرکز حکومت، علنن اطلاعیه دادن و از بیرون از کشور هم حمایت شدن، به قول خودشون میخواستن انقلاب مخملی را بندازن، شما نگران نشدید؟ وقتی که در مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم تحسن کردن، از همونجا با کنگره آمریکا تماس گرفتند که آقا بیاد کمک ما بکنید، شما نگران کشور نشدید؟ امروز اگر از وقتم بذارید اشکال، بالاخره ما 45 دقیقه باید صحبت کنیم، بالاخره حالا 2 دقیقه بالاتر، شما نگران نشدید؟ امروز میگید چرا گفتید هولوکاست؟ ما از شما سوال میکنم چرا نباید بگیم هولوکاست؟ ما باید بنشینیم اروپایی ها بیان راجع به حقوق بشر ما حرف بزنن، یا ما باید بگیم شما آزادی ندارید، استعمار دارید میکنید، ملت ها رو دارید خفه میکنید؟ سیاست خارجی این دولت سیاست برآمده از متن مردم، متن خط امام و عزت آفرینه، میبینید دنیا الان به نفع ایرانه، چطور شد عقب نشینی کردن؟ امروز مسئله هست ایران مسئله دست دهم شد در دنیا، در حالی که یه روزی اینجا به ما میگفتن خط قرمز روزه شورای امنیت، خب شورای امنیت هم رفت عبور کردیم، چیکار کردن؟ تحریم کردن، چیکار کردن؟ الان چیکار میتونن بکنن؟ اصلا مگه میشه از موضع نرمش در برابر مستکبرین ایستاد؟ در همین تهران آقای موسوی مقاله نوشتن دوران امام تمام شده است، شما اعلام کردید، چون در این شما سکوت کردید، دولت وقت از اون مقاله نویس حمایت کرد، شما سکوت کردید و امروز میگید که از مسیر امام انحراف اتفاق افتاده و نگران شدید. من به شما علاقه‌مندم ولی نمیتوانم از اتهامات بی اساسی که به ملت زده میشم، توهین هایی که به یک ملت میشود، از اینها من بگذرم. متشکر آقای موسوی در خدمت. صحبت خط امام شد، من یک خاطری از حضرت امام نقل میکنم. یه موقعی اسرائیل اومدن و حمله کردن به جنوب لبنان و در داخل کشور همه به این اتفاق رسیدن که ما باید نیرو بفرستیم و به اصطلاح اسرائیل رو بیرون کنیم کنار لبنانی ها بجنگ. اتفاق کامل، شهید امت هم قرار شد که رئیس این لشکرهایی باشه که بفرستن، نیروهای پیشی هم فرستادن که لبنان بررسی کنن کجا این نیروهای ما مستقر بشن. شبی که فرداش قرار بود که این نیروها فرستاده بشه، من یادمه که جلسه رؤسای سقوه بود و شهید امت هم اومده بود، مرحوم حاج احمد ها اومدن و گفتن که شنیدن بحثو، فرمودن که امام فرمودن که راه قدس از کربلا میگذره، یعنی شما بپردازیم به جنگتون، چیکار داریم به لبنان که نیرو بفرستیم اونجا، راه قدس از کربلا میگذرد. ما بحثمون با دولت سر همین قضیه است. ما میگیم که نظام تصمیم گرفت که بگه برای اینکه با هنجارهای بین‌المللی سازگار باشه ولی هدف خودش هم دنبال بکنه، در مورد اسرائیل فقط این گفته بشه که ما موافق این هستیم که همه مردم به اصطلاح چیز اسرائیل فلسطین جمع بشن، حتی اونایی که بیرون از کشور مهاجرت کردن یا رانده شدن، اینا هر کس یک رأی از یهودی و مسلمان و مسیحی رأی بدن سرنوشت خودشون تعیین بکنه، این با کامل با هنجارهای بین‌المللی هم سازگاره. جای دیگه هم عمل شد بعد از جنگ‌های استعماری زیاد این کار عمل شد، اصلا ماهیت حکومتشون عوض شد، دیگرگون شد. وقتی که به اجتهاد خودمون بنا به تندروی خودمون افراطگری خودمون از این فراتر میریم،
در موقعیتی که 20 سال این شعار به همین شکل داده میشه، ما میایم از این فراتر میریم، همینجاست که مصیبت ایجاد میشه. یعنی موضوعی میگیم که عوض این که اسرائیل رو منزوی بکنیم، بیشتر او رو در معرض مظلومیت قرار میدیم. در همین دوربان دو سوئیس مسئله که ایجاد شد، اروپایی ها بعد از کشتار غزه در مقابل اسرائیل بودن، داشتن قطعنامه صادر میکردن و موضع داشتن. به خاطر موضع گیری ما، به دلیل اشتباه ما در اون چیزی که غیر زالا لطماتی به ما خورد و به حیثیت ما لطمه خورد، همشون پشت اسرائیل بازم جمع شدن. آیپک که بزرگترین نهاد صهیونیستی در آمریکاست، وجود این سیاست رو برای خودش نعمت میشمره. ما داریم همین رو داریم میگیم. این میگیم بر اساس همین چیزی که میگم، ما نباید خیال بافی بکنیم در مورد مسئله جهانی. نباید خیال بافی بکنیم. واقع بینانه باید عمل کنیم. با تدبیر باید عمل کنیم. مشکلی که بنده دارم سر یه چیزای دراز مدت نیست، سر یه روش‌های اجرایی معمول هست. ببین آیا وزارت خارجه، آیا مأمورین حساس ما، اونایی که کارشناسن، این روش رو تایید میکنه یا تایید نمیکنه؟ بنده یقین دارم که یکی از این روش رو، اونایی که آگاه هستند و نیروهای متفکر ما، چه در دانشگاه چه در خود وزارت خارجه، این مسئله تایید نمیکنن. ما نظیر این یه دونه دوتا نداریم. ببینین بنده یه بحثی کردم، تا همین چیزای انتخاباتی هم گفتم، یه در هر روش رو، در هر زمینه ما افراد داشته باشیم، دنبالش تفرید داریم. ما میگیم این صحبت تند رو راجع به اسرائیل میکنیم، هولوکاست رو مطرح میکنیم، بدون که به فایده هزینه آخرش ببینیم که آیا ما رو به نتایج خودمون میتونه نزدیک بکنه یا نه. نتیجهش این میشه که وقتی ببینیم اوضاع بد شد، معاون ما میاد میگه ما دوست مردم اسرائیل هستیم. اون در مقابل اینه، اون افراد این تفریط رو هم میاره که اون تصور بکنه که ما دوست هستیم. از این موضوع هم دست بر نمیداره مگه اینکه یه تشری بهش اومده باشه که ایشون عقب نشینی بکنه و باز ما این فرد حفظ میکنیم. خب آیا چگونه مردمی که قاصب هستن اونجا، تمام سرزمین های فلسطین رو گرفتن، ما ایالت دوست اونها میشیم؟ من میگم که این اظهار نظر در مقابل تفریطی که ما اونجا کردیم، شبیه این رو ما در مورد مسائل گفتم سیاسی و اقتصادی داریم که کم نیست و نمونه های دیگه هست. ما مثلا حالا من نمیخوام راجع به خلیج فارس، نمیدونم قطر رفته، کشورهای امارات رفتن، که هر کدوم از اونها برای ما هزینه های سنگین رو بار کرده. صرف این که ما صحبت بکنیم و بگیم که نه اینا اثری نداشته که مسائل رو حل نمیکنه. مردم ما اثرات این سیاست ها رو میچشن، در عدم امنیت ذهنی خودشون، در اقتصاد خودشون، در قطعاتی که برای صنعت خودشون نیاز دارن، در مبادله که با جهان دارن، در بی اعتبار شدن گذرنامه هاشون در سطح بین الملل، در نمیدونم تحقیر شدن ایرانی ها در سراسر کشور. آیا یک دولت در مقابل این مسئله، ایرانی ایرانیت، آیا برای خودش یه مسئولیتی داره یا نداره؟ من میگم که در این زمینه دولت بسیار بی اعتنا به این نوع مسائلی است که مربوط به رنج و درد مشکل مردم است. واقعا من دلم برای مردم میسوزه با این سیاست هایی که ما داریم و این بلاهایی که سرشون میاریم از این طریق، افراط کاری هایی که ما داریم. و اینها رو من برمیگردم به اون دید اول که متاسفانه در سیاست خارجی ما هست. بعد مسائل دیگه که مطرح شد که به اصطلاح آقای هاشمی، اینا گفتم که آقای هاشمی مرد بزرگی است، امام خیلی راجعش صحبت کرده، نقاط ضعف و قدرتش رو ایشون میتونه صحبت بکنه، ولی نباید به اصطلاح یک کمی سن منم زیاده، یعنی بالاخره تو عالم سیاست قبل از انقلابم بودم، بعد از انقلابم بودم، مردم هم مثلا یه کمی چیز دارن، فکر دارن. ما برای این که بگیم که حالا خیلی تنها موندیم، سه تا دوره رو به هم پیوند بدن که سه تا طرز فکر هست، بعد بگیم ما در مقابل این طرز فکر هستیم. خب مردم کی اینو میپذیره؟ چرا مثلا ما این بحث میکنیم؟ خب آقای خاتمی آدمی است که، یه آدمی کمی هم نیست، آدمی است که در سطح جهان مطرحه، در سطح کشورمون مطرحه، 8 سالم رئیس جمهور بوده. آقای هاشمی هم همینجوری. خب ایشون مجال صحبت و گفتگو با اونها دارن، میتونن در رادیو تلویزیون این صحبت رو برقرار کنن. ماشاءالله صدا و سیما هم که در اختیار دوستان هست به طور دائم، میتونن دعوت کنن در یه میز گرد با اونها صحبت بکنن، مسائلشون رو حل بکنن. چه ربطی به بنده داره؟ عقاید بنده داره. بنده میگم این سیاست خارجی شما باعث شده که کشور لطمه ببینه، حیثیت ما لطمه ببینه، و این شیر به اصطلاح قرآن ایرانی رو در بند بکنه. این رو در احساس کنه، هم سیاست اقتصادی شما، هم سیاست های به اصطلاح خارجی شما. برمیگردم به یه مسئله دیگه در رابطه با همبستگی ملی. ما چه کار داریم میکنیم که و چه بلایی سر دانشگاهامون، سر محیط های جوانامون، سر مردممون آوردیم که بنده هر جا میرم اعتراضه، هر جا میرم میگه که به ما اهانت شده. این دانشجو رو ستاره داری کردیم، اون یکی رو دستگیر کردیم، اون یکی رو از دانشگاه بیرون کردیم.
خب اینا همش برمیگرده، بنده یه روشنفکر هستم، چیزم هست، فرنگستان هنرم هستم. فرد میاد 15 بار کتابش چاپ شده، مجوز از همین دولت گرفته، در چاپ 16 هم جلوشو میگیرن. آخه دولت حیثیتی داره، نظام ملک حیثیتی داره، هر دولتی باید مقید باشه با اون امضاهایی که میکنه، با اون حرفایی که میزنه، سر حرفش باید بیسته. الان شما خود مردم خود انتشاراتی ها میدونن چند تا از این انتشاراتی الان در دوره این 4 ساله از چند تا بودن چه به چند تا رسیدن، چند هزار تا کم شده، چه مشکلاتی داره. ببینید یه کارایی میکنه، کارایی میشه که واقعا دردناک، واقعا آدم اذیت میکنه. بنده بالاخره همه ما یه هویت اسلامی ایرانی داریم، انسانی هم داریم. شما فکر کنید که یه کتاب فروش بدبخت و بیچاره ای که با زور 20 تا 30 تا جلد کتاب چاپ کرده، کافی که وزارت ارشاد 4 تا از این کتابا رو تو حبس نگه داره، 5 تا از این کتابا رو تو حبس نگه داره، در چاپ دوم سومش اون ورشکست میشه، همونطور که دارن ورشکست میشن. خب این در مقابل نظام قرار میگیره. علت اینکه این همه هنرمند در مقابل دولت هستن برای چیه؟ بیان بشماریم هنرمند اینا. بنده اعتقاد دارم که هنرمندا خیلی سیاسی نیستن، در سیاست روز اصلا وارد نمیشن، به تنگ اومدن، یعنی مشکل پیدا کردن در سطح ملی به دلیل همین سیاست ها. و حالا خود روحانیت هم از یه طرف دیگه، رابطه دولت و روحانیت ما میبینیم که به چه شکلی هست و مرجعیت چگونه با دولت روبرو میشه، و یا مثلا توهین هایی که در آموزش پرورش به اصطلاح پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم شد، و ما چه واکنش نشون دادیم، چه کار کردیم. تمام اینا یک نوع بدبینی نسبت به نظام رو ایجاد کرد، به دولت رو ایجاد کرد، به نظام که هیچ کس بدبین نمیشه. خب من میگم که آیا دولت نشسته فکر کرده که چرا رابطه خودش با روحانیت خراب شده، چرا رابطهش با به اصطلاح روشنفکرا از بین رفته، چرا با جوانان ارتباط خودش رو از دست داده. من در هر جایی که میرم یه 5-6 نفر هستیم و شعار میدن، جلسه رو به هم میزنن و تو سر کله اون دیگه رو میپرند و تحریک میکنن، بقیه شعار بر علیه این نوع سیاست ها میدن که حالا در رابطه با سیاست داخلی بندی رو یکمی بازتر خواهم کرد که یکی از کارهایی که دولت میکنه به نظرم برخلاف نص صریح ماده 8 ماده حضرت امامی که مردم رو خودی و غیر خودی میکنه، این یکی رو به خودش جذب میکنه، یکی رو خلاف سلیقه خودش میدونه، اون رو از این جدا میکنه. عذر میخوام آقای موسوی، 10 دقیقه هم تموم شد. بسیار خوب، من صحبتتون تموم. متشکرم. من اعلام بکنم خدمت بینندگان عزیز که آقای موسوی تا به حال 21 دقیقه حدود صحبت کردن و آقای احمدی نژاد 23 دقیقه. آقای احمدی نژاد. خب خیلی ممنونم از آقای موسوی. اجازه بدید باز اون حرفمو تکرار کنم. آقای موسوی، من واقعا بعضی وقتا دلم میسوزه، اطلاعاتی رو شما مطرح میکنید که میدونم از روی بی‌اطلاعی است. من یه دونهشو باز میکنم برای اینکه معلوم بشه که اطلاعات شما از کجاست. دانشجویان ستاره دار، این ستاره دار از کجا در اومد که آقای موسوی امروز میکوبه تو کله این دولت و استنادش هم به حرف یه عده است که من نمیدونم اون یه عده کی هستن. موضوع ستاره دار در زمان آقای معین درست شد، سال 80، یعنی زمان دوست جناب آقای موسوی که امروز هم حمایت میکنه از جناب آقای موسوی. اونها اومدن در کارشناسی ارشد در برابر قبولی های یه ستاره میزدن، یه دو ستاره. یه ستاره یعنی شما در آموزش مشکل داری، پروندت کمه، نقص داره، اشکال داره، برو برطرف کن. دو ستاره یعنی شما یک مشکلی در کمیته انضباطی داشتید، تخلفی کردید، چیزی محکوم شدید، مراعات کنید. این در زمان جناب آقای معین وضع شد، در همون سال اول این دولت منتفی شد، ما نسخش کردیم، ما گفتیم آقا این توهین به دانشجوست و وزیر علوم ما اینو برداشت. اون وقت جالب، آقای موسوی به جای اینکه به دوستانش انتقاد بکنه به ما انتقاد میکنه. این من واقعا متاسفم، چطور شما اینجور قاطع قضاوت میکنید؟ شما میرید، بله یه عده دور شما جمع میشن، ما میریم مردم جمع میشن حرف میزنن. دیروز بنده در مشهد بودم، این چند صد هزار آدم، اینا مردم این مملکت نیستن. چرا شما خیال میکنید اونهایی که برای شما جمع میشن فقط آدمن، فقط مردم ایرانن؟ اتفاقا شما دارید مردم رو جدا جدا میکنید، شما دارید جدا جدا میکنید. اینا رو نگاه کنید، من اینا رو آوردم اینجا برای اینکه مشاهده کنید. شما فهمیدید کتاب، بله بنده با شما هم نظرم،
نامم نوشتم به وزیر ارشاد، تذکرم دادم. آمارهای ما هم نشان میداد نسبت به دوره آقای هاشمی و خاتمی ما کمترین میزان رو داشتیم از نظر کنترل. من اونم قبول ندارم، البته اونم قبول ندارم. نامه مکتوب من به خطاب به وزیر ارشاد هست. اما جناب آقای موسوی، جناب علی 8 سال نخست وزیر بودید، تنها یک روزنامه منتقد وجود داشت، اونم از سال 63-64 راه افتاد، یک روزنامه که هفته یک یا دو نقد اقتصادی بر شما می نوشت، که آمار ارقامی که من اینجا دارم الان اون نقدها رو تأیید می کنه که خواهم گفت. چه فضایی شما براش درست کردید؟ خود جناب علی چند بار علیه اون یک روزنامه صحبت کردید؟ من متن سخنرانیتون دارم، خواهش میکنم مراجعه کنید، حافظه تاریخی نباید از دست برود. که جناب علی گفتید که شما در خط دشمنید، شما دارید ضد انقلاب عمل میکنید، شما دارید ضربه به کشور میزنید، در حالی که اون گزارشی که اون روزنامه نقد کرده بود گزارشی بود از برنامه بودجه خود جناب علی. اومده و رفته بود در کمیسیون کشاورزی مجلس، یکی از افرادی هم که مرتبط بود اونو گرفته بود، یه نقدی روش نوشته بود. اینقدر فشار آوردید تا بخشی از اون نقدها تعطیل شد. اما اینها رو ببینید، اینها رو ببینید، اینها 4 سال این همه، اینا تیتر توهین‌هایی است که به من و به دولت شده است، تهمت‌ها. بنده اینا رو تحمل کردم. شما در سخنرانیاتون بنده رو به دیکتاتوری متهم کردید. این دیکتاتوری است؟ کدام دیکتاتوری است؟ زمان آقای هاشمی هم همین طور بود. اینجا شما میگید با هم مقایسه نکن، اتفاقا باید مقایسه کنیم. زمان آقای هاشمی یک روزنامه منتقد بود. من کاری به مواضع اون روزنامه ها ندارم. شخص رئیس دولت بارها علیه اون روزنامه موضع‌گیری کرد تا بالاخره صداشو انداخت. در زمان آقای خاتمی هم که معلوم بود، کسی مگه میتونست یک کلمه انتقاد کنه؟ همون علمایی که جلما بلیم فرمایید، یکیشون یه اظهار نظر میکرد کاریکاتورشو میکشیدن، که ما بعد از ملی شدن نفت دیگه نداشتیم که علیه علما کسی کاریکاتور بکشه. چقدر یهو 30 تا تیتر آقا توطئه علیه دولت، پیام دوم خرداد را نفهمیدید، ای وای خیانت شد، ضد رئیس جمهور، بالاخره خوش میکرد. باز برای اینکه جناب علی بدونید در دانشگاه که هیچ وقت سابقه نداشته است، یک دانشیار دانشگاه ما، پژوهشگر نمونه کشور، علیه سیاست‌های پژوهشی یه مقاله نوشت. آنچنان مدیریت دانشگاه او رو له کرد، توهین کرد، یه دیر رو انداخت، مرگ بر او، مرگ بر او، اطلاعی دادن. نباید یادمون بره. این که من میگم آقای موسوی، آقای هاشمی و آقای خاتمی حرف درست است. شما سخنرانی دختر آقای هاشمی در جلسه که همسر شما و جناب آقای خاتمی هم حضور دارند، ایشون قشنگ تشریح میکنه، میگه دوره اصلاحات ادامه راه سازندگی است، در این دولت آسیب دیده، ما آقای موسوی رو میخوایم برای اینکه استمرار همون راهه. یعنی اشرافیتی که جناب آقای هاشمی در این کشور پایه‌گذاری کرد قرار ادامه پیدا کنه. الان نگرانی های موسوی مردم هم میدونن. جناب علی فرمودید افتخار میکنید به حمایت آقای هاشمی، معناش چیه؟ بالاخره یه معنایی داره. باور ما اینه که صحنه‌گردان اصلی اصلا آقای هاشمی است. بالاخره ما میبینیم که رئیس صداد انتخاباتی چه کسی است و اینها از کجا میرن جلسه میذارن، ارتباطاتشون رو برقرار میکنن. شما نفرمایید که ارتباطی نیست. اتفاقا ارتباط هست. مگه ما میتونیم چشمونو ببندیم؟ مگه ملت میتونه چشمو ببنده؟ این حلقه ها چه شده است؟ من دوستم مثال بزنم، یکی الان زدم براتون، تحمل مخالف در این دولت چه خبر است؟ اینا فقط تیتر هاست. 320 هزار تیتر توهین آمیز علیه دولت. ما نه یک روزنامه رو بستیم، نه تهدید کردیم، نه فشار آوردیم، هنوزم دارن مینویسن و به حمایت از شما علیه ما بدتر دارن می نویسن. بحث‌های فراوانی کردید شما علیه این دولت. من می‌خوام یه مقایسه کنیم، یادمون نره چه بود در سه دولت، امروز چی شده است. شما فرمودید رابطه با روحانیت. بالاخره شما 8 سال نخست وزیر بودید،
چند بار رفتید پیش مراجع؟ بگید، عددشو بگید، بنده و مردم هم بدانیم. رابطه این دولت با علما رابطه بسیار خوبی است. شما چه ادعایی میکنید؟ معناش حریت نیست، نقض حریت نیست. رابطه رابطه یه بسیار خوبی است. ولی من تعجب میکنم کسانی که نگاهشون و نظرشون رو نسبت به مسائل اصلی و فکری بیان نکردن، چطور میرن روی این مسائل جزئی انگوش میذارن و میخوان نتیجه کلی بگیرن. شما متهم کردید به بیقانونی دولت رو، متهم کردید به دیکتاتوری. دوره خودتون یادتون هست جناب آقای موسوی؟ برخلاف قانون اساسی، اون حد اقل اختیارات رئیس جمهور رو با فضاسازی سیاسی ازش گرفتید. شما بعد وزاراتون رو میبردید رئیس جمهور تأیید بکنه. برای اینکه اختلاف نظر داشتید کاری کردید، امام وارد شد و امام یه گروهی رو گذاشت برای اینکه وزرا تعیین بشود. یعنی عملا اختیار رئیس جمهور از دست رفت. در نمایندگان مجلس کسی جرأت داشت علیه شما حرفی بزند؟ یادتون هست دوستانتون چی کردن؟ یک بار یه عده نمایندگان به شما رأی منفی دادند، رأی هم مخفی بود. اسامی اینها رو رفتن استخراج کردن، اعلام کردن. اینقدر علیه اینا اسلام آمریکایی گفتن که بعضی اینا اصلا خونه نشین شدن. این فضای تحمل، دولت بعدی هم همونه، دولت بعدی هم همونه. من نمیخواستم واقعا بعضی از این مسائل رو بگم، اما مجبورم، چون میبینم یه حرفایی زده میشه که اینها، شما میگید نظر نظام اون بوده. خب الان نظر نظام اینه، شما چرا خودتون رو جای نظام میشونید؟ بنده موضع‌گیری کردم علیه ماجرای هولوکاست، رهبری هم تأیید کرد، ملت هم تأیید کردن. کی هست اینجا تو نظام که میگید نظام تصمیم دیگری گرفته است؟ اگه از دید مردم صحبت میکنید، بالاخره مردم در شرایط مختلف مواضعشون رو اعلام کردن. شما دولت رو به بیقانونی متهم کردید. من نمیخوام وارد این بشم 95 میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی در دولت شما بدون مصوبه مجلس برداشته شد در تعطیلات تابستان، وقتی مجلس آمد یک دعوایی در کشور درست شد. و اون ده دقیقه تمامه. یه جمله اجازه میدید بگم؟ من میخوام یه مقدار راجع به این مدارک دانشگاهی صحبت کنم. جناب آقای موسوی، شما آقای خاتمی رو دکتر خطاب کردید. میدونید طبق مقررات ما کسی میتونه خطاب دکتر بشه که دکترای قطعی دانشگاهی داشته باشه یا حداقل امتحان جامعه رو گذرونده باشه. ایشون لیسانس فلسفه، محترمن. من نمیخوام بگم دکترا برای کسی عزت میاره، اما بالاخره شما بیان کردید. من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانوم بگم؟ در دور بعدی یا میشه دور بعدی برید؟ خیلی متشکرم آقای موسوی. خب من یکی از مسائلی که دارم، که یکی از مشکلات کشور ما هست، همین دبرشی است که الان در این صحنه حضور هستیم. پرونده سازی دنبال یه واژه های گشتن چیز کردن، این در حالی که ما مثلا مسائل مثل وزیر کشور دولت رو داریم که اگر رئیس دولت نمیدونسته که این فوق دیپلم هست و خودشو دکتر جا زده، خب منشون بودی که ضعف اطلاعات داشته، و اگر فکر میکرده که نه داره، و خب اون یه معنای دیگه داره که خدای نکرد مثلا ذهنم به اونجا نمیخواد بره، و بعد ما میایم بر اساس این هم در مقابل مجلس قرار میگیریم، هم در مقابل مردم قرار میگیریم، و پایان نامه ها و چیزهای دانشجو رو به عنوان پرخپاره قلمداد میکنیم. بعد همین فرد رو اونقدر مورد اعتماد خودمون قرار میدیم که برخلاف قانون
یک معامله چند ده میلیارد دلاری موقعی که ایشون وزیر کشور هست در دفتر ایشون مشغول مذاکره گفتگو میشه که مسائلش در روزنامه‌ها مطرح شده، بیاد ایرادایی که ما داریم به این مسئله. بعدن یه معاون دیگه ایشون میگه که من از دم وزارتخونه رد میشدم، رفتم دوستامو ببینم، دیدم که اینا مشغول مذاکره با رئیس فلان کمپانی خارجی هستن، منم وارد بحث شدم. خب اینا همش یه زنی از به اصطلاح مسائل خیلی بدی رو در جامعه ایجاد میکنه که خیلی ناراحت کننده است و یکی از دلایل مشکلاتی که دولت پیدا کرده این نوع رفتار هاست. وقتی که مقاومت هم نمیتونه بشه، بعد اون وزیر برداشته میشه، یه وزیر دیگه که بازم مشکلات دیگه ای داره، هنوز پرونده ای داره در رابطه با اردبیل، پرونده ای داره، خودش یه محل سوال است و این ثروت چند صد میلیارد تومانی خودش در حساس ترین پست گذاشته میشه، برخلاف خط و روشی که حضرت امام ترسیم کرده بود که وزرا رو از کیا انتخاب بکنی. و خب اینا همش برای ما محل سواله. اون نامه هایی که برای اصطلاح ترانزیت نفت از نرها برایشون هست و اینها، من نمیخوام خیلی وارد بشم، من خیلی سریع برمیگردم به همین چیزی که ایشون اشاره کرد، قانون گریزی. بله، بنده قانون گریزی یکی از دلایل اصلیم هم برای همین. بنده معتقدم استبداد صغیر به دلیل پشت کردن به قانون پیش اومد و عادت دادن مردم مقدمش اینجور شد که میشه قانون رو شکست. رضاخان موقعی روی کار اومد که مردم عادت دادن به تدریج که قوانینی که مجلس میگذرونه که بر اساس هر چیزی، مثلا حالا بگیم حقوق بشر بگیریم، قوانین رایج روزی بگیریم، پشت سر گذاشته شد. من اینجا موارد بسیار سنگین و زیادی دارم که دولت نه یک مورد نه دو مورد به طور علن در مقابل قوانین ایستاده و واقعا من احساس خوف کردم. بنده نمیخوام بگم که ایشون خدا نکرده میخواد خودش دیکتاتور بشه، ولی فرض بکنید که 8 سال یه دولتی بیاد این قانون رو رد بکنه، بگه خوشم نمیاد و چون یه خود محوری در اینجا هستم که تو اون چارچوب اولیه گفتم، اون یکی رو دوست ندارم، اون یکی به نفع کشور نیست، اون یکی اختیارات منو محدود میکنه، خب چی که در کشور باقی میمونه اگه همه مردم کرخ بشن و عادت بکنن که برای مدتی 8 سال قانون اداره نشه، اجرا نشه. من به مردم میگم 8 سال ما در کشور طوری عمل کنیم که رئیس دولت و دولت قوانین رو پشت سر خودشون بندازن. خب بعد از 8 سال من نمیگم در این دولت یه چیزی بیاد، یه فراز نشی بشه و کسی در صحنه بیاد که از همین حس استفاده کنه برای به قهر آوردن کشور ما. بنده اینجا چیز میکنم، خودداری از اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و یه بحثای عجیب غریبی هم راجع به این که این چی هست و چی هست و از این حرفا کردند و من نمیدونم که دولت میتواند که یه قانون رو اینجوری رفتار بکنه. خب یه قانون مخالف باید یه قانون دیگه ای رو باید جانشین بکنه، ببره مجلس تصویب بکنه و بتونه از اون بگذره. من از محتواش به دلیل استفاده میخوام بکنم، از وقتم میگذرم و اگه لازم باشه اونها رو میخونم که ببینید. انحلال غیرقانونی شورای عالی و خودداری از اجرای مصوبه مجلس و همچنین مصوبه مجلس هاش مسئله. دولت پاشو توی یه کف کرده که من اجرا نمیکنم، دوست ندارم. حال هزار جا بهانه میاره. من فکر نمیکنم که از مجمع تشکیل مصلحت ما دیگه مرجع بالاتری داشته باشیم که به اصطلاح رأی رهبر انقلاب هم پشتش هست و میتونه حتی اونقدر مهمه که بر اساس مصلحت میتونه از مشکلاتی که شهری داریم فراتر بره. خب اونجا همه تصویب کردن، اومد صحبت شد و اونجا مصوب شد که 18 تا از این شوراها رو که دولت تصویب به اصطلاح منحل کرده به چیز اساسی خودش برگرده و دولت هنوزم که هنوز این چیزا رو اجرا نکرده که یکی شورای پول اعتبار. به بنده مردم میگم که این تورم 25% یک دلیلش همین عدم تصویب شوراهای پول اعتبار، یه دلیلش این هست که دولت میخواد تمام این اختیارات بانک ها و تمام مؤسسات زیر دست خودش باشه، کسی دخالت نکنه، نمای دادستانی نباشه، نماینده بخش های مختلف نباشه، نماینده بخش خصوصی نباشه در اونجا. خب نتیجهش همین میشه، این تورم میشه و این وضعیت اقتصادی میشه که همه دادشون بالاست، صنعت در حال خوابیدن، تورم 25%، بعد همه دادشون بالا. خب نتیجه همین چیزاست، نقدینگی 2.5 برابر به اصطلاح وضعیتی که دوستان دولت رو تصویب کرد به اصطلاح در اختیار گرفتن. هزینه کردن غیرقانونی از بودجه عمومی که به اصطلاح این
بنده نمیخوام مسئله بگم، میگم که به صورت جلسات مجلس نگاه کنیم و گزارشات دیوان محاسبات عمومی که یکی از مهمترین سازمانهای نظارتی کشور ماست. انحلال سازمان برنامه بودجه که بنده جناب مستندات قانونش که نمیتونه دولت این کارو بکنه. بنده تو این زمینه حساسیت دارم، دلیلش اینه که من حسی داشتم زمان مسئولیت خودم که یه دی ممکن با برنامه مخالف باشه، یه دی از اول انقلاب با برنامه مخالف بود، میگفتن شما به خدا توکل کنیم بالا نعمت خدا میرزه بر سرش، اصلا خوششون نمیاد، میخواستن تکیه اول کنن. به همین دلیل احساس خطر بنده در مجلس بازبینی قانون اساسی چیز بودم، سخنگوی اون بخش کمیسیون اجرایی بودم، مسئله امور استخدامی و برنامه بودجه رو مخصوصا در چیز پیشنهاد بنده است که سازمان قانون اساسی ما بیاد. و جالب اینجاست که تنها سازمان هایی است که در این چیز اومده، در قانون اساسی اومده. خب دوستان اومده این رو سمون حل کردن و تبدیل کردن به یک معاونتی که یقینا هیچ نوع اختیاراتی نمیتونه داشته باشه، زیر پا گذاشتن قانون مالیات مستقیم اگه لازم باشه جزئیاتش رو بنده بخونم. و دستور توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که اصلا در اختیارات دولت نیست که چنین کاری انجام بده. عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، من همجور لیستی میخونم و دو مراحل بعدی ممکنه دونه دونه این را چیز بکنم. الحاق غیرقانونی سازمان حج زیارت به سازمان میراث فرهنگی گردشگری که وقتی رهبری دخالت کردن این مسئله برگشت، اونم به صورت سریع در صورتی که مشخص بود که این کار غیرقانونی است و نمیبایست صورت بگیره. و بی اعتنایی آشکار به احکام قانون دادگاه ها، من دیگه موردی دارم که به اصطلاح وزیر علوم در مقابل دیوان ادارت اداری که حکم داده میگه که اصلا صریح میگه که نکن این کار رو، یعنی حتی اگه حکم داده بشه افتخار میکنه، میگه که من به این رئیس دانشگاه که فرد انقلابی جانباز بود گفتم در صورت اخراج نیز با ورود این متخلف دانشگاه مخالفت کنه، در مورد این موضوع نیز رسانه‌ها به حمایت از رئیس دانشگاه نپرداختن. بعد اینجا گفته شده چطور شده چند بار گفته شده که وضعیت این استاد چی بود هست و ایشون صریح نامه رو نوشته. خب ایشون ممکنه با این فرد مخالف باشه، بره از راه‌های قانونی راه حل پیدا کنه که نباشه در اونجا، ولی بی اعتنایی آشکار به مدرک جعلی آقای کردان و حمایت و نقض آشکار قانون ممنوعیت تصدی بیش از شغل چیز. من فکر میکنم که دوستان عوض این که برن پرونده سازی بکنند و چیزایی که جواب داره به اصطلاح دنبال این مسائل برن، بهتره که برن دنبال حل مسائلی که مشکلات کشور حل بکنه، کشور از نجات بده از بحران‌هایی که هست. بنده واقعا صادقانه و بدون هیچ نوع شیرپیله، چون یکی از دلایل اصلی، یکی از مهمترین انگیزه های ما ورود برای صحنه انتخابات همین مسئله گریز از قانون بوده، میخوام به مردم اینو بگم که اگر دولت صریح چند بار، نه یک بار بگیم اشتباه کرد، دو بار مثلا، سه بار، ولی دائم اینو روش بکنه که در جایی که با سلیقه‌اش مخالفه در مقابل قانونی که مجلس تصویب کرده، اون مجلس هم تا اندازه زیادی به خود این رئیس جمهور به اصطلاح کاملا همسوس به ایسته، بعد از یه مدتی مردم به این مسئله حساسیت خودشون از دست بدن، آیا احساس خطر برای کشور نمی‌کنن؟ آیا کشور روی پای خودش میمونه؟ حالا من به مضمون اینا بپردازم، یه وقتی دارم. 10 دقیقه تمام شد آقای موسوی. بسیار متشکرم. من خدمت بینندگان عرض بکنم که آقای موسوی 30 دقیقه و 51 ثانیه صحبت کردن و آقای احمدی نژاد 34 دقیقه و 17 ثانیه. البته خوب 30 دقیقه و 51 ثانیه. آقای احمدی نژاد، من باید دوباره تکرار کنم اون جمله قبلی رو درباره قضاوت‌های جناب آقای موسوی. این دولت قانون رو زیر پا گذاشته؟ شما استنادتون فقط به یه مصوبه مجلسه، اونم قانون شوراهاست. شورای نگهبان میگه این خلاف قانون اساسی است، مجمع تشخیص میپذیرد. اگر شما میخواد قانون اجرا کنید واقعا معترضید، شما دو خط بنویسید به دیوان عدالت اداری، ما قانون داریم که اگر دولت برخلاف قانون عمل کرد میاد باطلش میکنه. بذارید دو تا عدد بهتون بدم. آقای عملی جمعه نکتی عرض بکنم، شما 8 دقیقه بیشتر فرصت نداری، 45 دقیقه وقت داری، 42 دقیقه بعد بازم اگه بخت بود تقسیم خواهیم. چون من فکر میکنم شما اینو ادامه بدید، 3 ساعت 4 ساعت بذارید، بالاخره 3 ماه آقایون دارن همه با هم حمله میکنن و میزنن، 45 دقیقه فرصت میدید، 3 نفر در برابر 1 نفر اشکال نداره.
طبق اسنادی که ما داریم در دولت قبل، در دولت قبل تعداد مصوبات دولت که باطل شده است، دولت قبل 303 تاست، در دولت ما 157 مصوباتی که از ما توسط دیوان عدالت اداری باطل شده 3.2%، دولت قبل 6.5%. کی بیشتر تابع قانونه؟ و اصلاحاتی که ما انجام دادیم در ارادت مجلس بیشترین است. اتفاقا ما داریم عین اون قانون مصوبه مجمع رو اجرا میکنیم. شما با دو تا حقوقدان صحبت کنید توجیه میکنن شما رو. اگرم فکر میکنید واقعا ما داریم نقض قانون میکنیم، یه یادداشت میدید دیوان عدالت اداری، این قانون اساسی ماست، هر کس هر جایی بود میاد باطل میکنه، ولی اینکه در فلان جا یه اتفاقی افتاد، در فلان جا یه اتفاقی افتاد، بله یه کشور بزرگی است در گوشه کنار، در دوره شما مگه کم از این اتفاقات افتاد؟ ما دنبال پرونده سازی هستیم، ما دنبال پرونده سازی هستیم. ماجرای کردان به این ترتیبی که در دهه 80، یعنی از سال 70 به بعد، اتفاقا در دوره آقای هاشمی که حامی جناب آقای موسوی است، یه موجی در مدیران درست شد که همه می‌خواستن دکترا بگیرن. دانشگاه آزادم پشت قضیه دکترا صادر کرد، پشت سر هم یه موج درست شد. کردان هم یکی مثل همونه. من در مجلس گفتم این جور مدارک و من ارزشی براش قائل نیستم. استاد دانشگاه دکترا باید کسی باشه شب نخوابی کشیده باشه، زحمت کشیده باشه، این همه افراد تو کشور دارن زحمت میکشن برای درس، یه موج. من گفتم هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم. میشه فهرستو بیاریم چقدر از آدمهای دوره آقای هاشم و دوره آقای موسوی همینطوری رفتن دکترا قلابی گرفتن؟ آقای کردان هم یکیش، حالا یه دونه روش انگوش گذاشتن. من در مجلس گفتم اینو من قبول ندارم، اصلا مدرکو بذارید کنار، عملکرد ایشون رو بیاری. راجع به یک کسی دیگه که میگن صدها میلیارد، من نمیدونم واقعا. یکی از بوده فرمانده لشکر بوده، بعد در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی رفته توی کار اقتصادی پولدار شده. زمانی که پولدار بود من بهش گفتم بذار کنار بیا تو دولت، اومد. اما جناب آقای موسوی، بسیاری از مدیران شما و آقای هاشمی دست خالی اومدن، با یه امتیاز دلار 7 تومانی یا واردات و صادرات میلیاردر شدن. آقای صفای فراهانی مدیر دولت شماست، از دولت شما پولدار شده. فهرست بلندی است، من نمیخوام اینجا اسم ببرم. شما میگید میلیاردر شدن، پسرای آقای هاشمی چی کار میکنن در کشور؟ کدوم یکی از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند یا رانتی رو خوردند یا ملکی رو گرفتند؟ من فهرستی دارم از زمینهایی که مدیران گرفتند، براتون بخونم. 40 هکتار، 50 هکتار، 80 هکتار، 400 هکتار در دوره واگذاری. بیشترین مشکلات ما در کارگاه مال واگذاری های دوره قبل از این دولته. کیا گرفتن؟ کسایی که الان دارن از جناب علی حمایت میکنن. این هزینه سنگین تبلیغاتی شما از کجا میاد؟ آقای موسوی من دوست دارم شما رو، این چه نحوه یه هزینه کردنیست؟ از کجا میاد؟ یک مورد رشد الکتریک بدون هیچ مزایده‌ای دادن به دوستان جناب آقای کرباسی، همسر آقای کرباسی، همسر آقای قبه، کارخونه رو از بیخ تراشیدن زمینش رو بفروشن، و ده ها مورد اینطور. 400 هکتار زمین در هرمزگان گرفتن مردم، برای 2 هکتار که 4 تا جوان بره سر کار لنگن. بیقانونی ایناست جناب آقای موسوی. استاد اویل بیقانونی است که طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج، و تش پسر آقای هاشمی است. بیقانونی در پسران بعضی از همین آقایون است که امروز از شما حمایت میکنن. پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اینا حامیان شما هستن. بیقانونی اوناست جناب آقای موسوی، نه اینکه یک کسی یه جایی. کجا این دولت اعلام کرده ما قانون رو نمیپذیریم؟ یک موردم نمیتونید شما بیارید؟ وقتش تمام. یک جمله میگم تمام. من اینجا پرونده‌ای دارم مال یه خانم، شما میشناسیدش،
در تبلیغات انتخاباتی کنار شما میشینه. برخلاف همه قوانین کشور، همزمان که کارمند بوده دو تا رشته فوق لیسانس خونده، یکیش در دانشگاه آزاد دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیر مرتبط دانشیار شده، استادیار شده بدون اینکه شرایطش رو داشته باشه، رئیس دانشگاه شده. اینا بی قانون نیست. من با اینها مخالفم. من میگم با رانت بازی و باند بازی و این جور چیزایی که یه عده ببرن بقیه محروم باشن، من با اینا مخالفم جناب آقای موسوی، نه با قانون. بنده تابع قانونم، دولت ما قانون مدارترینه. اجازه بدید یه جمله آخر رو هم عرض بکنم. من وارد آمار نشدم برای اینکه بدونید در همین دوره‌ای که جناب رئیس اقتصاد ضربه خورده، بهترین وضعیت اقتصاد نسبت به قبله، نسبت به دوره شما که عالی است، نسبت به قبلی ها هم ما اینجا گزارش هست دقیق، آماری است که منتشر شده است. اما من سوال میکنم گزینش ها رو امام در زمان کی منحل کرد؟ در زمان ما؟ در زمان شما؟ یه خاطره ارزم تمام. بنده رفتم به عنوان بعد از انحلال دعوت کرد آقای مهندس نقره‌کار با جناق جناب علی، رفتیم جزء تجدید نظر گزینش. پرونده هایی رو میدادن به ما، یه دختر خانه می اومده بهش میگن که فلان سوال رو جواب بده، اگه جواب میداد میگفتن این خیلی مسلط بود، باطل، اگه جواب نمیداد می نوشتن. اینا رو من دیدم با چشم خودم. فرمان هشمردهی برای جناب علی صادر شد، نه برای این دولت. شما بگید چقدر اون رو اجرا کردید؟ چون وقت متشکر. آقای موسوی بفرمایید. شما حدوداً 12 دقیقه وقت. 12. خب صحبت های مختلفی کردم. بخوام من از همکارم میخوام که وقت دقیق رو هم به من اعلام کنه. من خودم تایم رو دارم، من تا دوستان هم. بله. شما صحبت پایانی رو بفرمایید. اب نداره. صحبت های خاصی میکنن که واقعاً من نمیدونم چجوری باید جواب بدیم. یکی از مشکلاتی که صحبت کردم با آقای احمدی‌نژاد هست به چیزاییست که کمی غیر عادی و غیر چیز. شما میگه شما به دیوان عدالت اداری نامه بنویسین که فلان چیز رو مصابه به صلاح لغو. شما ادعا میکنید غیر قانونی بوده. شما وقت من رو نباید بارد ببینید. همین به صلاح روحی شما که الان خود صدا سیما ما میدونیم کیا هستن، تو رجا نیوز در اینجا هستن، ما میدونیم که چجوری اینجا عمل میکنن. وقت من است. حالا به من میگه که مثلا یه چیزی بنویس به دیوان عدالت اداری. این آیا راه برخورد و مجلسه؟ راه برخورد و مجمع تشخیص مصلحته؟ جایی که ریشتبتای نظام اونجا نشستن، جایی که پشت سرش مشروعیتش رو از کل قانون اساسی و رهبری میگیره، آیا با این ترتیب مسئله کشور رو میشه اداره کرد؟ من اصلا مشکلم سر همین قضایاست. در یه چیزایی که بیان هست ما طوری عمل بکنیم، طوری حرف بزنیم که عوض این که بریم به سمت این که بگیم اینجا اشتباه کردیم، اینجا مثلا چیز کردیم، میخوایم اصلاحش بکنیم، خب همین است که منجر به دیکتاتور میشه. ایشون میگه چرا میگن من دیکتاتور هستم؟ من نگفتم شما دیکتاتور هستیم، ولی این روش قطعا به دیکتاتوری به اصطلاح می انجامه که شما رأی خودتون رو بر رأی یه جمع مجمع تشخیص مصلحت بتونین ارجحیت بدین، به رأی مجلس هم چیز بدین، بالاتر از اون بدین. بحث اسامی رو بردم، من فکر می‌کنم شایسته واقعا یک مثلا مسئول دولت نیست که کسی که محکوم نشدن تو قوه قضاییه به اصطلاح نام اونها مطرح شدنش جرمه، ما اینجا نام ببریم بدون که قدرت دفاع از خودشون داشته باشن. شما یه افرادی رو دارین مورد حمله قرار میدین، مورد هجوم قرار میدین که در این صحنه حضور ندارن و اون رو قاطی سرنوشت بنده می‌کنی که ظاهرا چیزی از بنده نداشتین که اومدین حالا وصل کردین منو به دو تا دوره قبلی، دولت قبلی. خب اونا من بدون اینکه بخوام از اونا دفاع بکنم واقعا به اونا حق میدم که از دست شما عصبانی باشن. مردم که این صحنه رو نگاه میکنن اینو نپذیرن از رئیس جمهورشون که یه شهروند دیگه. شما فکر نکنین که آقای هاشمی چه کار کرده در این مملکت، یا آقای خاتمی چه کار کرده، رئیس جمهور بودن چی بودن چی بودن اینا. ولی شما به عنوان یه شهروندم حداقل باید بهشون حق بدین در جایی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، در یه جمع 50 میلیونی که حداقل امروز مردم دارن این صحنه نگاه میکنن، شما متهم میکنین، اسم خانواده‌شون میبرین، بچه‌هاشون میبرین، کسای دیگه رو میبرین. بنده میگم قوه قضاییه حکمتش اینه و آقای احمد نژاد هم اینه میگن، بدانید قوه قضاییه در جهان معناش اینه وقتی کسی رو محکوم میکنه یعنی بقیه ملت بری هستن، بری هستن.
این اصل اسلامی است. شما از اول کار خودتون شروع کردین گفتن که هزاران مفسد در این کشور است، پرونده شما میخوام باز کنم، اسامی شما میخوام نام ببرم، رئیس بانک پارسیان رو برداشتین اونجوری لجنمالش کردین، بعد مشاور خودتون کردین و دیگران همینجور. خب اینا گناه داره، ما مسلمان هستیم، ما متدین هستیم، ما به خدا اعتقاد داریم، نمیتونیم افراد همینجور نام ببریم و متهمشون بکنیم و اونها رو به اصطلاح چیزشون بکنیم. در مورد به اصطلاح واگذاری هکتاری زمین، اگه کردن خیلی کار بدی کردن، خیلی کار غلطی کردن، چه ربطی به بنده داره؟ شما ببینید که چرا از من حمایت میکنن. بنده گفتم هر شهروند یه ستا، مثل بعضی دوستایی که بنراشون همه سطح جهان رو پوشونده و از تمام امکانات دولت استفاده میکنه، از ادارات استفاده میکنه، از نمیدونم خود بذار کشور استفاده میکنه، از صدا و سیما استفاده میکنه. بنده استفاده نکردم، در اونجا رو باز کردم. ما یه هسته خیلی سالمی داریم که یک نفر راجبون هسته نمیتونه حرف بزنه. افراد بسیار وارسته، بسیار معتقد، بسیار مؤمن در اونجا هستن. اگه بودم الان شما نام میبردین، شما روحیتون اینجوری هست، اونها رو مکوک میکردین، ولی نیستن اونها، اونها آدمای به اصطلاح وارسته هستن. بعد باز گذاشتیم، هر کی از ما حمایت میکنه استقبال میکنیم، بیشتری نداری که استقبال نکنیم، ما استقبال میکنیم، ما از همه ملت استقبال میکنیم که از بنده حمایت بکنن تا این رأی رو ببرن که تغییر ایجاد بکنن. بنده قصدم اینه، اینو گفتم، الانم همین میگم، به همه مردم میگم اگر بخواین این فضا عوض بشه که اینجوری راحت دیگران رو مرکوک بکنن. ایشون جلوی بنده عکس خانم بنده رو میگیره که اینو اینجوری کردن، اینجوری کردن. ایشون مهمترین روشنفکر زن این کشور هست، 10 سال برای دکترای علوم سیاسی زحمت کشیده، سنداش هست، مدرکش هم الان منتشر میکنه، سایت های مرتبط با شما برگشتن بر علیه ایشون جوسازی کردن. ایشون قرآن پژوه نام چیز می نویسه، بله ایشون افتخارش اینه که فوق لیسانس رشته هنر هم داره، دکترای علوم سیاسی هم فوق لیسانس علوم سیاسی رو داره، هم دکترای علوم سیاسی رو داره. شما برین اون موقعی که کنکور بوده برای دانشگاه آزاد به منو بررسی کنید. بنده خبر دارم که متاسفانه عوض این که یکی از دلایل مشکلات دولت همینه، معاون اجرایی آقای رئیس جمهور مشغول حل مشکلات مردم باشه، مشغول رفتن و سرکشی به این پرونده، به اون پرونده، به اونجا، به اینجاست که یه چیزی بسازن که به درد امشب بخوره، که یکی رو بلکه خیر بگیرند و اذیت بکنند. بنده اومدم که این روحیه رو عوض کنم، به مردم میگم بنده روحیه رو عوض میکنم. اون چیزی که در 8 ماده حضرت امام هست برخلاف این روحیه است و بنده این حالت پرونده سازی، سیاه کردن برنامه ها، سیاه کردن دانشجوها و امثال اینها رو چیز میکنم. ایشون میگه ستاره دار کردن زمان آقای معین گذاشتن، من کاری ندارم، ایشون هم گذاشته کاری بدی کرده، ولی فکر نمیکنم اون موقع اینجور آدم ها رو میگرفتن، اینجور میزدن. آقای موسوی ببخشید، شما در وقت من نباید دخالت بکنید. ببینین ما میخوایم عادلانه عمل بکنیم. بنده اگر ببینیم، بنده صحبت نکردم در مورد شما 4 سال، وقتی کارد استخوان مثل از وظیفه، بنده اصلا هیچ انگیزه نداشتم، دیدم کشور رو شما به خطر میندازیم. بنده در برنامه های دیگه مسئله اقتصادی رو مطرح خواهم کرد که با چه روشی شما کشور رو دارین اداره میکنید. همین شورای پول اعتبار عملا بانک ها رو تبدیل به حیات خلوت شما کرده. من میگم سیاست قجریه. قدیم حکام قجری چی کار میکردن؟ حاجی آقا میرزا قاسی آقاسی چی کار میکردن؟ یه خزانه داشته، دستش میکرد تو این، به این تخصیص میدهد، به اون تخصیص میدهد. آقا شورای پول اعتبار برای اینکه شما رو محدود بکنه، بنده رو محدود بکنه، سازمان و مدیریت برنامه‌ریزی برای اینکه نظر شما چیز بکنین، هر جور دلت میخواد هزینه بکنین، بیاد از شما حساب کشی بکنه، که در نتیجه این چیزی که دیوان محاسباتمون میگه پولا گم شد، به خزانه ریخته نشد، چند هزار تخلف شد، این مسائل پیش نیاد. این به صلاح هممونه، به صلاح شما هم هست، به صلاح بنده هم هست، به صلاح همه ملت ما. شما این کارو نکردید. ببینین بحث بنده از روی دلسوزی است، اصلا از روی حل به اصطلاح طرح یک مشکلی است که اگر ادامه پیدا بکنه، که اگر بقیه ابعادشون هم بشکافم خواهیم دید که همین مسئله تورم ناشی از این بیکاری هم، از این اعتیاد هم، همین بدفرنگی هم نتیجه این سیاست هاست، شکست ما در سیاست خارجی هم همین مسئله است، و اینکه ما در منطقه یک دونه دوست نزدیک نداریم بازم ناشی از این قضیه است. همش برمیگرده به این چیزا که من در چارچوب همون طرحی که گفتم دوباره من میخونم برای شما ببینید که آیا این مسائل اثر داره یا نداره. بنده 4-5 تا ویژگی هایی که این نوع مدیریت وجود داره که ما رو به این بنبست ها میکشونه رو برای شما مطرح کردم.
حالا چقدر وقت دارم من که ببینم اینو میتونم در بیارم؟ واقعا بله 3 دقیقه خورده ای داره، 4 دقیقه میارزه که بنده این رو دوباره به عنوان که بحث داره تمام میشه. متاسفانه دیگه آقای احمدی‌نژاد مسائل میگه که ما رو مجبور میکنه که چیزایی بگیم که خوش نداشتم در اینجا بگم. به هر حال یه مدیریت هیجانی بی ثبات، نمایشی و شعاری، خیال بافی و خرافه گرایی. ما هی دانه پیش بینی میکنم آمریکا فرو میریزه. بنده 4 ساله دارم میشنوم که اسرائیل در حال فروپاشیه، فرانسه در حال فروپاشیه، آمریکا در حال فروپاشیه. خب بر اساس ما سیاست خارجی تدوین میکنیم، خب معلومه که بیراهه میریم، معلومه که اشتباه میکنیم. بعد خود محوری و قانون گریزیه. خب آدمی که خود محور نباشه از قانون فرار نمیکنه، از قانون استقبال میکنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش میکنه. و روزمرگی و سطح نگری و اینها که حالا من بعدا چیز میکنم رو افراد تفریط هایی که اشاره کرده، خب اینا به کشور ما لطمه زده. و بنده اعتقاد دارم که خسارت هایی که توی این 4 سال ما دیدیم خسارت های بسیار سنگینی است و تمام اینا توجیهگر حضور من برای انتخابات. من اصلا قصد مباحثه با اون ترتیب ندارم. من پیام ما به مردم میدم، از مردم بودم به مردم برمیگردم. مردم قضاوت خواهند کرد، میتونن راجع به این دوره هم قضاوت بکنن، در این زمینه خودشون ببینن که رویه ها چجوری، سیاست ها چگونه است، و میتونن در این زمینه واقعا تصمیم نهایی رو بگیرن. من این رو برای کشور خطرناک دیدم، روی وظیفه اومدم. نتیجه دیگه دست خداوند متعال و اینکه مردم قلبشون رو به چه سمتی مایل بکنه. و بیش از این صحبتی ندارم. اگه وقتی دارم بازم. یک دقیقه وقت داری. من از همه مردم تشکر میکنم و مردم رو میدونم که همینجور هستن. کمی به عمیق بودن به اصطلاح دعوت میکنم، به ارزش ها دعوت میکنم. مردم رو خار کردن، با یه نامه دنبال ماشین رو خود کشیدن، به عنوانی که ما داریم سیاست رو در رو به مردم داریم، این روش کار نیست. برای مردم باید تولید ایجاد بکنیم، کار ایجاد کنیم، تولید ملی رو تقویت کنیم، صنعت خودمون رو باید تقویت کنیم، نه اینکه برنج باسماتی رشت و فرا بگیره، چایش یه جور بشه. بنده رفتم همدان خنده داره، محصول اونجا سیره، سیر که در سطح ملی میگن سیر چین اومده، ما دیگه نمیتونیم سیر کاشت بکاریم. خب این رو اینجور چیزا رو باید از بین ببریم. به ارق ایرانی حداقل باید داشته باشیم که حتی از نظر اقتصادی نه بگیم که آقا بر ما واقعا چیز تحقیرآمیزی که اینقدر صنعت ما و کشاورزی ما، تولید ما، اقتصاد ما، فرهنگ ما در معرض این نوع نابسامانی ها قرار بگیره. و بنده آرزو میکنم که انشالله نتیجه این بحث ها، گفتگوها، صحبت هایی که هست انشالله به نفع انقلاب عظیم اسلامی ما تمام بشه انشالله. خیلی متشکرم. من از هر دو بزرگوار تشکر میکنم، هر دو برابر وقت صحبت داشتن. البته رسانه ملی علاقه داره که بحث رو ادامه بده، ولی خب طبق مصوب کمیسیون تبلیغات، بررسی تبلیغات، این اجازه به ما داده نشده. من تشکر میکنم و همه شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خانم موسوی اتهام ما رو همطور ردیف میکنه، بعد میگه من نمیخوام بزنم. خیلی جالب.